میگه فردی که تحصیلات زبان انگلیسی و علوم سیاسی اون رو مراکز دست چندم کشور راجع مهار تورم دعوت میشه و حرفای شاز غلط و نامربوط میزنه که حتی شبه علمم نیست. اینکه گفتم کمونیست های مسلمان 40 سال فضای سیاست ایران تحقیر کردن، یعنی همین. جبرئیل کمونیست مسلمان نیست. تو غرب رو نفهمیدی، تو تحت حاجی واشنگتن غرب رو فهمیدی، تو از غرب یک کاریکاتور دیدی و فکر کردی که غرب اونه. کمونیسم کجا بوده؟ نه، این زبان تحقیرآمیز. حالا تو که سواد اقتصادی مثلا داری، حالا بگذاریم که به فوق لیسانس اقتصاد داری، تو بیومدی با یک کلمه توضیح میدادی جز تحقیر و دروغ. شما چی گفتین در این مدت؟ هیچ. میگه یه وقت این تو تصور نشه که دعوایی که ما داریم با این جریان میکنیم شخصیه. اصلا اینطور نیست. این دعوا آینده اقتصاد کشور رو تعیین تکلیف میکنه و خب زور اونها خیلی بیشتره برای اینکه داغون کنن کشور رو. زور ما بیشتره. اینا که اقتصاد آنلاین دارن، وصلن به اکو ایران، به دنیای اقتصاد، پولی که تزریق میشه. اونایی که صاحب 400 همت بودن سال پیش و اینا پیوست رسانه اونها هستن، زور ماها از اونها بیشتره. من و جاسر جبرائیلی و همت قلی زاده. حالا تو همین افق و جهان آرا که قبل از جبرائیلی بره، قبلش آقای مجید شاکری اومده بود که هم فکر ایشونه. یک بار جبرائیلی دعوت کرده شده، زور اینا بیشتره. پس ما چاره ای نداریم جز خطر کردن و دعوا با این باندهای مافیایی خطرناک آینده همه رو تخریب خواهند کرد. پس نفعش مال همه است، ولی هزینه برخورد با اینها مال یه عده کله شق مثل ماست. آیه صادق حسینی، ای کله شق، ای چگوارا، ای چریک، ای قهرمان، ای همت، ای باکری، ای متوسلیان، دمت گرم. وبینار تحلیل بازار سرمایه، صفحه آیه صادق حسینی، چشمانداز اقتصاد ایران، تحلیل چشمانداز بورس، چینش سبد از سهم مستعد طلا و مسکن، مسیر آتی تورم، دلار، طلا، معرفی صنایع و سهام پرپتانسیل، معرفی بهترین صندوق‌ها. این دو نفر از بهترین تحلیلگران بورس ایران که بدون قرض و مراز تحلیل می‌کنن. این دوره رو با کد الحسینی با تخفیف می‌تونید دریافت کنید. ای کل شق، چه گوارا، همت، باکری، تو که صادق پکیج فروشی، که بابا تو صادق پکیج فروشی، پکیج صادق حسینی، طلا، بورس، مسکن، دلار، نوسانگیری، دلالی، کتاب چگونه دلال موفق شویم، ملت ایران دلال موفق شن، صادق حسینی، کتاب صادق حسینی. شما یک سری پکیج فروشید. پکیج می‌دین چیه؟ همونطور که هول کنکور یه بیزنسی هست به اسم گاج و قلمچی و اینها که مردم و خونشون تو شیشه میکنن، هول این بورس هم این اتفاق رخ داد و شروع کردن به مردم گفتن که چگونه بتونید از بورس و بالا پاییناش بیشتر پول در بیارید. شغل شریف این پدر که این همه به ما توهین کرده، گفت کمونیست اسلامی پکیج فروشی، یعنی آموزش قماربازی توی بورس طلا و دلار و مسکنه. حالا سوال، اگر شما خودت که از معلمان و مربی های این حباب دلار و طلا باشی، دوست داری که این حباب بشکنه؟ دوست داری که به شکلی دلال بازی فولاد و پتروشیمی از بین بره یا نه؟ خود زینفعی گفته میشه که علامه هلدی زمانی نشست و پس از پی سالها کار کردن، یک درسایی که میداد، یک فتوایی داد، احکامی که داشت میداد این بود که اگر چای باشه و توش یک سگ مرده‌ای بیفته، این نجاستش چیه؟ اگه سگو بیارم بیرون چقدر طول میکشه که آبش دوباره کر شه، تمیز شه و غیره. و این درسو داد، رفت خونه و بازش هم بخوره مضطرب بود و آشفته بود و اینها. پسرش صدا کرد، کارگر صدا کرد، گفت آقا بیاین توی حیات ما یه دونه حلقه چا هست، بدین چا رو پر کنید. گفتم برای چی؟ گفتم بدین چا رو پر کنید. مثلا چا رو پر کردن تا صبح بغل چراغ و شمع نشست، دوباره کتابا رو بالا کرد و پایین کرد. صبح رفتش مجلسه، گفت من میخوام دوباره احکام از اول بگم. گفتم شما دیروز گفتی؟ گفت نه، من دیروز خودم صاحب چاه بودم، صاحب منفعت بودم، من زینف بودم. شاید اون چیزی که در سرم گذشته بری از نفع خودم نبوده، برای همین آن چیزی به شما آموختم علم خالص نبوده. حالا که چاهم رو خاک کردم و دیگه خودم صاحب چاه نیستم، حرفی که میزنم خونساتر و عالمانه‌تر و واقعی‌تره. این جماعتی که شغلشون پکیج فروشیه، پکیج فروشی، این از بدبختی مردم دارن سود میکنن، اینایی که از بالا پایین رفتن ارز سود میکنن، آیا اینا کسانی هستن که بتونن از منفعت جمعی و خیر عمومی دفاع کنن؟ من از شما میپرسم اینها هنرشون چه چیزی بوده؟ اینا که از خارج اومدن با افتخار میخواستن مردم ایران رو خوشبخت کنن، چه هنری داشتن غیر از تحقیر، جز دفاع از بازار کاملا آزاد؟ شما بخوانید دخالت دولت آمریکا در ایران و پکیج فروشی. سوالی که هست اینه که کتابی که در اینه، چگونه ملت ایران رو دلال کنیم، چگونه دلال موفق شویم، چگونه ارز فروش شویم، چگونه دلار فروش شویم، با رمز ارز چگونه بازی کنیم. سوال اینه آیا 85 میلیون ایرانی میتونن همشون دلال شن؟ این بازی نیست که همه توش برنده شن، بازی که اکثریتش بازنده میشن. برای همین
صادق پکیج فروش لازم نیست برای ما ادای چگوارا در بیاره. صادق پکیج فروش معلومه که از اومدن آدمهایی مثل جبرائیلی، همت قلی زاده، دکتر یزدی زاده و بقیه در این فضا مضطربه، چون کاسبی خودش هم کساد میشه. علی سعدوندی میگه نفوذ یعنی همین که از یک کمونیست بخوای برات جهاد تبیین راه بندازد، خاک بر سرت بی وجود. حالا بگذاریم که این جمله ها اگر واقعا زمانی من در ایران بودم در 60 بود گفته میشد، پرونده سازی بود اینها، من اگر کمونیست بودم حتما با افتخار میگفتم، ولی من یک ایده بیشتر ندارم. تقویت ایران، ایران قوی، ایرانی که هم در سطح نظامی قوی باشه، هم در سطح اقتصادی قوی باشه و رفتارش هم با بقیه کشورها عادلانه باشه. ایرانی قوی منطقه‌ای بری از امپریالیسم آمریکا، منطقه‌ای بری از حکومت استعماری آپارتایدی انگلیس، خب، و روابط داخلی عادلانه، همون چیزی که در انقلاب اسلامی سال 57 افقش باز شد، افق تاریخیش درون خودآگاه جمعی مردم ایران. این آرزوی منه. شما غلط میکنید که به من میخواید لیبل بزنید آیه سعدوندی. و این لیبل برای چی آخه؟ روزی که درباره باند التقاطی SYJ یعنی سدیاسه جبرائیلی و اتحاد سرخ با من بند این روز هشدار میدادم، این روزهای تاریک اقتصاد ایران را میدیدم که با یک حرکت شعار سال را به تمسخر بگیرند، که کنترل تورم را به آرزو دست نیافتنی تبدیل کنند، که تک تک ابزارهای ضد تورمی را از واردات خودرو گرفته تا بورس را که بهترین ابزارهای جذب نقدینگی بودن سنگسار کنند و به ریش تک تک ملت مظلوم بخندند و راند پاشی را گسترش دهند. فردا دیر است، هر کجا و به هر وسیله‌ای که میتوانید آگاهی بخشی کنید. جنایت اقتصادی وقاحت میگه بعد ماشین خارجی وارد کنیم بزنیم پدر سعد خودرو ایران که به نسبت اون خامفروشا بازی پردازشی داره انجام میده، فولاد داره تبدیل میکنیم به در ماشین، پلاستیک رو داره تبدیل میکنیم به داشبورد، اون رو بریم نابود کنیم. خب و کی بالاش اینو ریتوییت کرده؟ دلال بزرگ خودرو علی خسروانی، طرفدار واردات. خب دلال پشت دلال به هم چسبیدن، میگه دلال های جهان متحد شوید، شبهی بر فراز ایران است، شبه دلالی، ای دلار فروشان، سکه فروشان، ماشین فروشان، متحد شوید که دولت هنوز جرأت مقابله با شما رو نداره. خب از دولت ضعیف دارن استفاده میکنن و دارن برای خودشون بلبلی میکنن. باز دوباره به یاسر جبرائیلی میگه ایدئولوژی این فرد کپی پیست گروه های مارکسیستی و التقاطی اول انقلابه. خیلی که بخوام ارفاق کنیم میرسیم به جابه بی طبقه تولیدی بنی صدری. حالا ده ها بار جبرائیلی، من، بقیه همه گفتن که آقا به هیچ وجه ما تقاضای تصدیگری دولت نداریم، ما که اصلا چیز عجیبی هم نیست. این تو خود اروپا هم سیستم ها هیبرید و میکسن، یه بخشی دولت تصدیگری میکنه بخشی نمیکنه. خب ولی ما گفتیم تو ایران تصدیگری دولت الان اولویت نیستش، اصلا بحث ما نیستش، بحث نظارت دولته. خب این جماعت بی سواد عقب مانده ای که یا سود دارن و منفعت دارن یا بی سوادن، سواد خواندن نوشتن ندارن. چون میگم من به عنوان کسی که با غرب و با اقتصاد غرب آشنایی دارن، به اینا میگن خیلی داغون این بندگان خدا. یعنی اینو اگه بیارن توی لندن بذارن، دانشجویان سال اول اقتصاد بهشون میخندن، میگن شما مجنونی، چی دارین پرت و پلا میگید؟ خب عدم دخالت دولت در بازار این چی؟ آخرین دخالت دولت دیروز صبح بوده تو انگلیس. خب به شکلی نرخ بهره رو بالا برده، پایین برده، به بانک‌ها در فلان کرده. آخرین دخالت دولت آمریکا در دو هفته پیش بود که سیلیکون ولی بانک رو که ورشکست شد رفتش بهش پول داد و پول مردمش داد که دومینوی سقوط بقیه‌شون شروع نشه. این پرت و پلا رو از کجا دارین میارید؟ خب عدم دخالت. خب حالا اینا ادامه پیدا می‌کنه و SYJ و SYJ. اما بریم اینجا. آقای علی سعدوندی، هر آنچه لازم است از بورس بدانید را در وبلاگ کلینیک اقتصاد رایگان بخوانید. آموزش‌های بیشتر بورس در پیج اکو کلینیک. حتما به بلاگ کلینیک اقتصاد سر بزنید و از جدیدترین نوشته‌ها بازداشت کنید. بابا 0% بورس. سعدوندی هم پکیج فروشه؟ سعدوند پکیج فروش؟ من گیج شدم. این ور خیابون صادق پکیج فروشه، اون ور سعدوند پکیج فروشه. پکیج فروش های جهان همشون در کارن. بابا پکیج فروش بدبخت، ثبت نام دوره اقتصاد کلان با کد تخفیف ماکرو 1402، ثبت نام دوره جامعه فاندامنتال فارکس. بابا این از به شکلی از صادق حسینی یه قدم جلوتره. امسال بهترین ایدی رو به خود بدهید، تخفیف جشنواره 20% به علاوه 10% تخفیف انتقال به کیف پول، فاندامنتال فارکس، اقتصاد کلان،
یک مشت دلال ارز فروش، پکیج فروش حقیری که نونی که میزنن به خون مردم ایرانه و به خون میلیون ها نفر که تو همون بورس و تو همون فارکس و اینها ورشکست شدن، اینها حالا اینجا برای ما ردای دفاع از حقوق مردم برداشتن. تعفن برانگیزه. جلسه اول رایگان، دوره تحلیل شاخص‌های اقتصادی، مدرس دکتر علی پکیج فروش. دکتر، از روزی که سیگنال خروج از بیت کوین دادی 10% رفته بالا. عجب وضعی داریم با امثال شما. بنده سیگنال خروج بیت کوین دادم. صادق پکیج فروش خب حالا یکی دیگه هم اینجا هستش، این نوچه جدیدشون احمد جانجا میگه که اینو ریتوییت کرده، میگه علی علیزاده یا علی سابق همون صدا سیما فعلا در لندن به دنبال تحمیق مخاطب. خب این کیه؟ میگه که رقابت نادانی و جهل با واقعیت به شرط تصویر. به جبرئیلی میگه از این به بعد جای درخواست مناظره بعد بگم یکی رو پیدا کنیم که اینو حالی کنه. علیز کجایی که تو فقط زبون این چپا رو میفهمی؟ خب تحقیر یاسر جبرئیلی. این احمد جان جان کیه؟ من کسی ام که یه بار با سیگنالای احمد جان جان 70% سرمایه‌ام از دست دادم، دیگه محال همچین خبطی بکنم. جان جان سیگنال فروشه، سیگنال میده بی بفروشین، بی بخرید. صدوندی هم سیگنال میداد بی 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 بی. چرا بعضیاتون مثل احمد جان جان کانال بورسی را انداختین و برای عضویت یه ماهه 500,000 تومان میگیرین؟ اه 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 احمد جان جان برای عضویت یه ماهه 500,000 تومان میگیری که سیگنال بده؟ احمد جان جان انقلابی متدین با سواد، سهم های خودش خالی کرده ولی ادعا میکنه نفروخته. یه دونه سهم و صبر کنیم. از شاخص 2100 فقط گفته صبر کنیم. بدون اشتباه مای 500 میگیره برای وی آی پی به دلیل از تحلیل درست. خودش و برادرش خوب دارن سر مردم کلا میذارن. اشتباه اعتماد به انقلابی نما. آن چیزی که ما دیدیم این بود که این مدعیان که در 24 ساعت گذشته خودشون رو به در و دیوار زدن که بگن یاسر جبرئیلی عکس درست انتخاب نکرده و تمسخرش کنن و در صد شهر پخش کردن، کانال گیزمیز جو را انداختن، به صورت گله‌ای همشون را افتادن، هر کسی که بود رو همراه کردن، اصلاح طلب و اعتدالی و غربگرا، اصولگرا و حزب اللهی و به شکلی شرقگرا، هر چی بود و فلان کردن که به جبرئیلی رو تحقیر کنن. هدفشون این بود، دانسته و نادانسته از منفعت آن 52 میلیارد دلاری که در ایران امروز هست و قبول نمی‌کنه که تمکین کنه به دولت مرکزی و ملی ایران و دولت رئیسی رو به هیچ گرفته و دولت رئیسی رو تحقیر می‌کنه و تمسخر می‌کنه و به عنوان دولت رسمی قبول نداره و داره بقیه خفیف می‌کنه، اینا داره از اون دفاع می‌کنه. اصل ماجرا اینه. حالا یاسر جبرئیلی با لکنت گفته، علی علیزاده موهاش کجه، دندونش اومده زیاد گنده شده، حرف بلد نیست بزنه، این به منفعتشون، به منفعت مردم چه ربطی داره؟ سقراط لکنت داشت، حرفم نمیتونست بزنه خب، ولی وایساده بود از حقوق آتنی ها مقابل اون خوشگلای خوشتیپ کرواتی حالا اون موقع مشابهشون در آتن 2537 سال پیش دفاع کنه و برای همین بهش شوکران دادن. خب ما اینجا داریم از حقیقتی دفاع میکنیم که منفعت مردم عادیه و مردم عادی، شهروندان عادی. بدونید اگر شما همراه نشید، این مافیای عظیم، این کارتل عظیم، این هایی که صاحب ایران شدن، ایران رو در اختیار خودشون گرفتن، همه رو خواهند خرید. ریال خودمون، ریال پول منه، کارگر داره مای 5 میلیون تومان، 5 میلیون ریال در میاره، معادل دلاریش بهتر نمیاره که، چرا باید دلار در اختیار دیگرانی باشه که ببرن بالا؟ و افسانه های دروغشون رو باور نکنید. این راه و این افق مشخصه، اما این افق نیازمند سربازه. متاسفانه دلار واشنگتن، فکر دلاری، فکر استعماری، فکر سرمایه سالارانه و سوداگرانه و دلال مآبانه ذهن خیلی ها رو از جمله انقلابی نماها، از جمله کسانی که در داخل نهادهای نظام هستن رو گرفته و متوقف کردن این ماشین نیازمند عزمی جدی است، نیازمند همت، نیازمند باکریه، نیازمند قاسم سلیمانیه.